پیکاسوی زمانت رو قراره که امروز بشناسیم. توی نه ببین. ما چرا تو گالری ببین میری دمبل میزنی باشگاه میری اینجور کارا اوکی قبوله. اینجا واسه منه دیگه. اومدم برات نقاشی کنم. امپریالیسم. هنرمند داری خدا سرت میاد. این کاره. من اولینم، کارهای آموزش آرت و نقاشی انجام میدم. تخصصی کار پاپارن و مدرن آرت انجام میدم و آموزش آرت دارم. خب الان اومدیم خیلی خوش اومدیم. نه خوش اومدین، خیلی خوش اومدین. ما میخوایم کامبیز رو اذیت کنیم، یعنی خیلی مثلا ساده بخوام بهت بگم. موافقم. ببین رنگیشه اینجوری بره با دست بیفته رو بوم، یعنی هر کار عجیب غریبی. من بعدا خسارت نمیدم. خسارت چرا؟ لباساشو حساس ندیدی اول؟ نه حالا لباساش رنگی نشه، لباسام رنگی بشه میره. خب نه چیکار به نظرت بکنیم با حاله؟ چی بکشه؟ به نظرم یکی از نقاشی خودم که حالا نسبتاً ساده تره بهش میدم، میگم از رو بکشه. آره ببینیم ساده ترین نقاشی چجوری میخواد در بیاره. این که باحاله. ببین این یکی رو فکر کنم که یه کارایی بتونم بکنم. این سری جدیم. ولی خب خیلی توش کار داره، مثلا از اسپری بعد استفاده کنه. آره. از رنگ بعد استفاده کنه، بعد کانسپتش اینه با دست بعد نقاشی کنه به جای قلم. سبک تو چیه؟ چون من خیلی من مدرن آرت و پاپ آرت کار میکنم، بعد تکشر آرت کار میکنم، الان میخوام یکی از مدرن پاپ آرت هم بدم. کامبیزم با پاپ اوکیه. نمونهشو بره مثلا. حل برو بکنم. تا یک کمپینی علیه این کار را نیفته بل نمی کنیم. یعنی یا دکترا یا آرتیستا یا خواننده ها ببینیم چی میشه دیگه. احوال شما، قربون شما. چی بکشم برات؟ فقط همین بگو. ببین هنرمندم، کارم میخوام اذیتت کنم. چرا؟ دوست دارم. بعد اذیتم کنی تو چرا؟ ببین تصمیم گرفتم یکی از سبکای خودم که یک کم تقریبا آسون تره. سبک چی هستم به من؟ ببین من کار مدرن آرت انجام میدم، پاپ آرت انجام میدم. میشه راک آرت امروز انجام بدیم که واقعا اون سبکی که تو قراره پیاده کنی برای مجلسی برای راک آرت میشه. خودت یه سبکی برای خودت امروز ثبت میکنی میدونم. ببین واقعا من تو کامبیز استعداد هنر نقاشی رو زیاد ندیدم. درسته عکاسی خیلی خوب میکنه، ولی خب نقاشی متفاوت تره و اینکه تا حالا نقاشی نکرده یکم سخته که بخوایم بگیم الان میاد یه چیزی کار مثلا خیلی عجیب انجام میده. ما هم که میخوایم یکم اذیتش کنیم. نمیدونم واقعا باید بریم ببینم. یک نمونه کارا رو برات میذارم. خب بعد حالا این وسطا کمکت هم میکنم، تو اون نمونه کارو برای من روی بوم پیاده کن. ببینم اینا کلا چیه اینجا دارید؟ یعنی اینا چی؟ اینا رنگا چیه؟ من بیشتر با اکریلیک کار میکنم، اکریلیک و اسپری و آب رنگ کار میکنم. خوبه، خوب کار میکنم. بعد آره اینا اکریلیکه. آره الان تو هم قراره با اکریلیک کار کنی. امروز من میخوام اسپرسیونیسم بکشم. نمیشه. واو. ببینم امپریالیسم داریم تو نقاشی؟ نداری؟ نداریم. میگم هم پاپ آرت میکشم. داریم. خب بریم بکشیم. آره بریم. قرار امروز یکی از نقاشی منو که تقریبا آسون تره من نمونهشو بدم به کامبیز. کامبیز از روی اون دقیقا مرحله به مرحله همون کارهایی که من کردم انجام بده، ببینیم میتونه مثلا یکی از آسون ترین کارهای منو تقریبا حالا مشابهشو مثلا در بیاره. پس نتیجه میگیریم که کپی کردنم کلا خیلی کار راحتی نیست. خیلی بابا ببین آخه کپی کردنم پشتش یه سری تکنیک هست دیگه، یعنی باید اون تکنیک‌ها رو بلد باشی. ولی خب حالا بیا کمکش می‌کنیم، ولی خیلی فکر کنم خنده دار بشه. چی بکشم بده؟ خب میخوام نمونه رو بده. نمونه کجاست؟ یه اومد گفت آقا کو نمونه. واقعا راست میگه، کو نمونه. از کجا باید ببینیم این الان کو رو چی باید بکشیم؟ بعدم برشو بعد من تو این اپیزود هی داشتم خدا میذاشتم جاش، میام دقیقا همون سوال هایی برش پیش میاد که برای منم پیش میاد. آماده ای دیگه؟ ارو گوشی؟ خب میذاشی جلو یه چیزی خب ببینم. خب آخه دیگه نه دیگه نمیشه، نمیتونم بذارم. ما همین قدی میکشیم. نه تو بعد اینو بزرگشو بکشی. کاری نداره. کاری نداره. نه با. باش. خب باش. خب ببین یه مقداری رنگ زرد لازم دارم، یه مقداری سرمه اکریلیک و اشتباه میگم. یه مقدار سرمه اکریلیک میخوام، زرد متالیک، صورتی بنفش و مشکی. ببین اولش نقاشی آوردن که من از روش کپی کنم. البته میدونید که من خلاقم، کپی کار نیستم، ولی این یکی رو روشونو کم میکنم.
ببین چه میکی موسی براش بکشم. من یه چیزی میدونم، ما اول باید بک‌گراند مشکیمون رو بکشیم. نه بدم نیست آقا، فتوشاپ بدم نیست. وایسا رنگ مشکی بیاریم مثلا، رنگا رو پیدا کنیم، رنگی که باید باهاشون کار کنی یا واسط بیارم. گفتم اکریلیک، درست گفتم؟ بله اکریلیک درست گفتم. این چیزا رو سفید خوشبوه خوشت اومده. آره سفید نمیخوام، خودش سفیده دیگه. باشه دیگه، بعد سفیدشو بزنیم. اسپری چیه بابا؟ من نقاش نیست. این گوشیتون رو خواهش می‌کنم بذارید رو حالت ایرپلی مود که کاملا همه صفحه ها باز بمونه. الان فکر میکنی اینا چیه پس؟ اسپری کاری نه، این رندوم هم اینجور دستتو میکشی میره دیگه. خب بکش رندوم دیگه. آره خب ببین، من اول رنگ مشکی رو باید در بالای تصویرم پراکنده کنم. احتیاج به براش دارم. براشاتونو. واو خب گنده است. ولی خب ببین من فهمیدم چیکار می‌کنی. مثلا گنده است دیگه. آره ببین من فهمیدم چیکار می‌کنی. اول رنگو می‌پاشی. خب ما یه گرادینتی بعد از این بالا تا پایین ایجاد بکنیم. خب که مشکی اینجاها فید بشه. حال می‌کنی نه؟ براش کمی سفت نی؟ نه، وقتی بره تو کار نرم میشه. الان ولی خب این براشو من مشکی رو می‌ریزم اینجا، هیچ اطلاعاتی ندارم، جای خودم میگم. می‌ریزم اینجا، شروع می‌کنم با براش. من نمی‌خوام واسه توضیح بدم، می‌خوام ببینم تاش خودت چیکار می‌کنی. همینی که من دارم انجام میدم. چون بالاخره با یه فوتت بزرگی نقاشی مگه یه چیزی نبود؟ قلم اینا چی بود؟ نه نه فهم دیگه، دنیا عوض شده الان. یه اون دور زمونه نیست داره. خدا کاش رنگ سالم می‌دادی. نمی‌دیزه. یکم زحمت بکش خب. سوس باشه. اوی ببین اولا که رنگاشون مثل سوس بود، یعنی من تصورم از نقاشی بود که آهنگ فرانسوی میذارن یه تخته به من میدن، اینا یهو چند تا سوس آورد مثل رستوران گذاشت جلوی من، مایونز و فلان، اینا یکیش هم نداشت، میزدی میچوسید فقط. یکم تکونش بده چهره میده. اوی آها رنگ گرونه نه، نمیخری. آره آره آفرین، دو تا رنگ جدید، دو تا میگرفتی دست رنگ میزدی دیگه. خصوصی که رنگ نخریده، ما داریم میچوسیم با کافیه دیگه، چقدر رنگ رو چون دخالت چقدر اصلا ببین نقاش هم اینجوریه دیگه، یا اینجوری میکنه. بله 3000 لیر. بله آرایشگاه مگه اونا میزنیش؟ کی گفت تو کار من دخالت کنی؟ ببین ببین کمکت نکنم خشک میشی اینجا. چقدر قشنگ شد. این الان یه دونه اکسپرسیونیسمه به خدا. تو ایران تو قرار بود یه سبک جدید اختراع کنی دیگه، اسمشو به فکر اسمش باش. ما میخواییم شاگرد بگیریم فقط سبک تو را آموزش بدیم بعد این برنامه. بیختیواریونیسم. واقعا خیلی نقاش خوبی میشدی برای ساختمون در دیوار. حالا ببین تش من چی تحویلت میدم دیگه. بابا رنگ کمه، آب بپاش. نفهمیدم آب میبندم. اینایی که کو رنگو کجا گذاشتی؟ نقاشی نی. آخه رنگ نداشتی که. بابا رنگ داره. بابا نقاش ساختمون هم یارو میره سر کار. داره بیک کم اصلا. شلوغش نه نه خوش میشه خب. خب اینجا ها اینجا ها نباید بریزی. خواهر من بالا باید بریزی. نه 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 نه. نمیدن دوتا رنگ بخرم. آب پاش. بابا پاشادی اومدی دوتا رنگ میگرفتی، دوتا پاپیون میزدی روش دیگه، کادو. راست میگه، دست خالی اومدی مجلسی. میبینی؟ کارو میشه. به جاش برات نقاشی میکشم. کار قشنگیه ولی خوشم اومده. حالا ببین اینجا ما باید رنگو کم کم شروع کنیم به فید کردن. خب؟ طراحی امروز پرچم یوونتوس. مینیمال. میدونی که باید به میزان فشار توجه کنی تو اینجور مواقع. بله. ببین چقدر زیبا فید شد. این بالا رو ولی قشنگ. چقدر کار داره. چقدر چیز من از تو یاد بگیرم. اون نپا. ببین فتوشاپ راحت تر نیست، چرا اینقدر میکشی؟ تو فتوشاپ کنترل تی میزنی. همه چی اوکی میشه. من فکر کنم قسمت بالای کارمون حاضره. بعد بزرگترین مشکل این بود که واقعا باید وایسی خشک شه. یعنی یه پروسه‌ای باید بگذره دیگه، نمیتونیم مثلا سه روز اینجا وایسیم دیگه. اینا رو همه رو لحاظ میکنیم تو نمرش. امروز یه ذره مهربونم. این نظری اون رو روغنی نشه بذارم. چقدر قشنگه. این همیشه تو فیلم ها میبینم اینا اینجوری میگیرن دستشون. آره چقدر هم کاش از اول میدادی اینو به من. خب که چی کار کنی؟ اینجوری حسشو بگیری؟ خب
ما اینجا احتیاج به رنگ سرمه‌ای داریم که شما بزنید. تو هنوز سفیده رو نزدی. سفید هستی که چی بزن رو سفید؟ رنگ سفید بزنم؟ این سفید کانواه، باید رنگ بزنی روش. کانوا آوردی؟ یعنی چی سفید کانواه؟ ببین سفیده رو باید بزنی. تو داری اذیت میکنی. دیگه اومدی اذیت چی دیگه، خودت خواستی. قشنگ کشیدم؟ ببین جان چطوره؟ خوب پیش میره؟ خوب پیش من خیلی تاثیر داره تو نمرم. ببین خیلی استعداد داره. ولی تو یه کار دیگه. ولی دیوار رنگ کردن، ساختمون و اینا. تو خودت نقاشی اونو نگاه کن. شانسی همینجوری جاهات رنگ می‌بینی. ببینی چی میگه؟ بیا اینم آینه. کچاپ هم میارم واسه فردا، اینو رنگ کن. ببین رو رنگ. نمی‌خوام شاهد باشی یا. نه شاهدم. ببین رو رنگ سفید. مشکیو که خوب باش کار کرد. کشیدی دیگه. این آخه سفید نیست، این اون مشکل است که میگن رنگا رو فقط یه رنگ بی. این الان همه سفید مشکل دارن. آره. رنگ دارن. رو رنگ سفید سفید زدن مثل اینه که مثلا رو آبت باز آب بریزی بخوری. آخه این نمی سفید کن. نیست کامبیز، این رنگ کانوای کم شیر. این قرمزه. نه ببین همینجا سه نمره برده. آقا نمی اومدی تو محیط کار؟ ای رنگو حیف و میل نکن. چرا حیف و میل نکنم؟ این ستا کارو نکن. این ستا رنگو حیف و میل نکن. خب ببین خیلی ریختی. نه خوبه درسته برو. ببینم شماها اگه با نقاش ساختمون مثلا مقایستتون کنم ناراحت میشید مگه؟ نه چرا ناراحت شم؟ آفرینو گفتم ببینم جلو فادرها چی میگه. میگم تو در زمینه‌های بزرگتر باید فعالیت کنی، یعنی مثلا بوم برات نقاشی هواپیما چرا نمیگی؟ مثلا چرا نقاشی ساختمون میگی؟ علمشو ندارم اونو، این به ذهنم رسید. من دارم دیگه. خب تو برو پس نقاشی هواپیما. ببین یه کمی اینو زیاد ریختی، بغلشو بزن رو میز. نه بریز آره. بزن رو میز. خب بریز رو اون تخته‌ای که بهت دادم. تو روغنو می‌ریزی رو گاز. چقدر سفیدتر شد، مرسی. خب چه فرقی کرد با اونی؟ فرق کرد دیگه ببین. ولی خب یکم راست میگه، یکم رنگشو زیاد حیف امیدش کرد. آها دیدی باز بعدن نگی. این چیه؟ باید یکم رنگشو کم کنه. لیسه سی؟ آفرین. درست گفتم نه؟ شبیه زبونم هست. میتونی با اینم کار کنی؟ میخوای تنوع باشه واسه؟ آره دیگه من لیس دوست دارم. بیا اولین رنگ دست ما رو انجام دادی دیگه، درستش همینه. چقدر لیس لیسو دوست دارم. عالیه، همه جا رو گرفتی، کاور کاور همه جا. ردیف چطوره؟ عالیه. خب اکلی سورنج نداری دستم تمیز کنم؟ چرا دستمان خیز بدم بره. حالا تو این مرحله باید با دست نقاشی کنی، اینجوری نیست که قلم استفاده کنی. الان که دستاتو داری میشوری. یعنی چی کی با دست؟ مثلا شما با دست غذا میخوری؟ یعنی چی آخه؟ بله، هنر دسته. باید از دستت استفاده کنی. من هنر پا هم داریم. بله، هنر پا هم داریم. ولی خب شما باید با دستت الان نقاشی بکشی. حالا چه جوری؟ باید نقاشی رو حسش کنی. خدا چه اپیزودی؟ رنگ سبزمونه. مثلا آبی واسهت بیارم چون آبی دوست داشتی. این خوشگله. میدونی قراره چیکار کنی دیگه؟ قراره. با ستینگ گوشی آشنایی؟ این گرده رو اینجوری دوست دارم. میدونم چرا تو همه چی دخالت میکنی؟ من بشینه تو ذهن من قشنگ. خب الان نگاه کن. خوب یعنی چی؟ من بازیه نگاه کن ده سالی واسه خاموش کنی. خب اگه ماهی 7 ثانیه یادت میره یه دقیقه نگاه کن، یه آیه گرد آبی میخواد یادت بمونه. گرد آبی میکشم. این گرد آبی رو قراره با دست در بیاری. خودت خدای اونو با دست کشیدی؟ آره به خدا با دست کشیدم. خب دیوونه. خب بریز با براش بکش. چه کار کنیم ما بیشتر هنرمندیم؟ بله بله باید با دست بکشی، اینجوری نیست که دیگه اومدیش قور نزن. اینو قراره که با دست یه دایره گرد در بیاری. جون هر کی دوست داری گوشی تو خاموش نکن. بلد نیستم. یه من درستش کنم. بلد میگن یاد میگن. گوشی تو رنگی میکردم بفهمی اینجوری نباید کار کنی. چه جوری؟ ستین؟ خب بخش منو بلد نیست. پرگاری میرم. برو. بعد خیلی حس خوبی داره کار با رنگ. ببین عشق میکنی الان. فقط پرگار یکم کوچیکه. پرگار اول کوچیک میزنم بابا. میخوام یه کاری کنم بعد این اپیزود همه تحقیر کنن مجلسی رو. واو
کاش این سفیدا نمیماسید. نه قشنگ میشه بماسه. اصلا بماسه. چقدر زیباست. برو. پشمات. خودت ریختی رو میز. تو میری مهمونی غذا میخوری میریزی رو میز. این که گفتم بعد این برنامه کامبیز به نقاشی رو میاره. اصلا شک نکن. اصلا این اثر بعد هفته دیگه هر روز اینجاست. آقا جهت خرید آخرین اثر بیختیواریوس اخباری عدد 3 رو توی کامنت ها. یکم به نظرم دایره رو ببر تو مشکی ها. نقاشی که نگاه میکنیم. خب مشکی رو میارم پایین. چون دیره دیگه واسه اون کار. گفتم بیزی میشه. خب ببینم. من میکی به خودش همچین شیپی ندید. این میکی قبل عمله. آها اون میکیه. تو میکی میکن و من در دجله. تو میکی میکن و در دجله انداز. چقدر بد میشه اگه تو میکی کنی. واه عشمات گردش ردیف شد دیگه. پایینجای کار واسه اینکه دفعه اول دست به قلم شدی به اصطلاح بد نبوده. خوشم اومد. کاری که خوبه رو تعریف. خوشم اومد. خب حالا موقع الان نوبت اسپری بازیه. خوش اینقدر لایه بیرونی نمی کشیدی. این خودشه. به خدا اینو عکسشو میذارم ببینم. حالا زرد میخوام. همه یه اسپری خراباشو امروز آورده. اسپری خراب نیست. تابلو رو باید یکم وایسونیم. خب همین برای من گلجین رو میز میگه تابلو رو وایسونیم. بعد اگه دقت کنی اونم ریخته کلی شهره رنگ داره. آره مثلا شهره رنگی. چقدر قشنگ شد کارم. این باورم نمیشه چقدر استعداد نقاشی داره. اصلا یه جور نقاشی میکشه انگار که دروغ داره میگه قبلا کلاس نرفتم نقاشی نکردم. یعنی هرچقدر میگه اذیتش بکن میخوام اذیت بکنم ولی بلده. دوست دارم. خب حالا میریم سراغ رنگ بعدی. سراغ صولتی. صولتی میخوام پر رو. ببین خودم با خودم حال کردم. جدی بهت میگم. کارو ببین تو. باور کن. این کاره. نظر سنجی میذارم تو پیجم. ببین یعنی کدومش قشنگتر. یارو پر رو شده. من اون زیرش اسم خودم رو نوشتم. تو میتونی اسم خودت رو نویسی. بیشکو. کامی. کامی. کامی جون. سیاه داری فکر من نمیکنم. اون سیاه نیست. خواهی سپری سیاه من ندی. ببین داری حال میکنی. واقعا خدایی چی کشیدم؟ جدی خیلی خوبی. جونه تو عجیبم اصلا. داریم داری میشه دیگه؟ چقدر خوب کشیدم. خوب کشیدم. ببین چلنج اولو واقعا خوب گذر بود. جدی. غریبه که تو جرب بود. خوب بود واقعا. به یکی یادگاری کاریش نکنیم در نهایت این تابلوه رو. همین کارو میخوام بکنم. آقا اینو میذاریم واسه فروش، یکی بخره پولشو میدیم یه کار خیلی بسازه. فقط خب این آرت میدونی دیگه. یکم باید رنگو غلیظ‌تر بریزیم. فکر کنم رنگت کمه نه؟ اوکی. نگران هیچ چیزی نباش. خوبم با دقت داری. زده تو میذاری. من گفتم این بسدیه. ببین این خودش سفید بذار چش نخوری. یه کاری دارم چسب دار اینجا. اصلا همین رو میخواستم همین شکلیه. این اثر هنریه کامبیزوف از قرقیزستان. اینو الان ببر تو تکسیم توی گالری بزن به دیوار. اگه 2,500,000 دلار رو این قیمت نذاشتم قلم منم بردی دیگه. آره اونو پولشو بعدم بهت میدم. تابلو رو فروخت پولش رو میگیرم ازش. کامبیزوف. حیف شد. بعد سریع هم یزید تهدید و تبدیل به فرصت کرد. یه گذاشتش هم اونجا چسبارم زد. این اون موزه که بعدان 3 میلیون دلار فروخت کردنش تو پاچه یک. چی باید بکشم تو رو؟ یک کمی خواهش میکنم عروسم چی میگم؟
مدلم اینا که نمیگم مدلم 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 دیگه موزم اینجا باشه مدله مدلم یه میلیارد سرشو مگه برات ویزا داریم بیا نه نه این بریم اون بریم نه این سرش صاف میمونه بدنش میچرخه مدلمه دقیقاً برعکس باها تو ما باشه خب سرت این قشنگ داری رو میگیش اما برا تو واقعا فرقی داره سر من اینجا باشه یا اینجا من سرخ کشم جا کش من سرخ کشم خب یا الان من همینجور بمونم ببین نشست شده داشتم جر میخوردم بعد تکون میخوره وای نمیسته بعد آخه یه آدمی با کلاه و ریش و اینا من اصلا چه جوری اونو بکشم بعد 38 تا زاویه عوض میکنه تو لحظه اسیر شدی منو گذاشته میخنده کاشم جور سفید میموندی اصلا نمیدونم قرار چه اتفاقی میفته نه جدی جدی من بهت اعتماد دارم برو من اینجوری وای میسم دل تویی دم گرفت دل تویی میکی موس نکشی یهو تو میکی می برات زغال آوردم زغال چرا مگه کباب میخواد سایه روشن بزنی باهاش ببینم تو کجاشو باید بکشیم تو فقط این یه تیکه رو بکش آخه ریش آن ریشاشو با زغال میزنم خواهش کن سرخ عروسم عروسم دماغ توی فریم جا نمیشه اصلا از دماغ میخوای شروع کنی؟ من مگه نباید اون تکون نخوره من نمیتونم لب تو که انیمیشن که نمیکشم تو از لب شروع نکن لب من بذار راحت باشه تو اگه پیشونی شروع کن خب اینجوری نه بذار کلاه شروع کنم مگه میخوای کلا سرش بذاری؟ گفتی میخوای فرفری کلا بکشم نه نه فرفری سخته با هم کلاش میکشم بدون چیز که راحت تره که کلا خیلی بسه خب استایلش میکنم اسیر کردم عاشق اون ابروشم که تو شیچی نداره سر کن حرف بزنم به هم نمیریزی که نه نه بابا این برا نگاه نکن خراب میشه گفتی دارم من کلا شروع میکنم نه نه کلا نیست کلا نیست حتی با من هم صادق نیست ببین نقاشی میخواد چی بشه آقا این خیلی تکون میخوره نمیشه دیگه همینه یارو 48 ساعت که مثلا تو این حالت نمیشینه که بالاخره تو پنج دقیقه بشین چالش دوم بیشتر چالش من بود من مثلا یه ذره گردنم میخوای هر کاری میکردم میگفت تکون نخور خب چیکار کنم مثلا نمیشه از 4 ساعت نمیتونی اونجا بشینی که خیلی نگاه خاصی داری توی رقاشی خیلی عجیب داری شروع عجیبی داشتی حالم مثلا تابلو جیغه یعنی تو مایه ها عادت کردیم که آندو داشته باشه همه چی کنترل زد نداره اینجا الان باید کنترل زد میزدم چیه؟ به تو چه نکنه کنده ببین واقعا عمرم میخواد ببین بره یه جه بابا یادت نمیاد هرگز چرا پسر شجاع شد به خاطر اینکه خیلی تکون میخوره آره آفرین من تو زمینه کی بازی کنم آقا معلومه تو زمینه من همش خب من دندونه تو حالا اینجوری بکشم یا حالت اینجوری بکشم سب کنید نه دیگه باید همه شم اینجوری باشیم نه مگه نکشید تموم شده نه هنوز ریشاش مونده خب ببینیم ما یه سوال معروف داریم تو این کاره از همه میپرسیم الان کامبیز به نظر تو چقدر طول میکشه تا بتونه یه گالری بذاره یعنی انقدی تو نقاشی قوی باشه که بتونه 4 تا از کاراشو بذاره توی گالری آخه گالری گذاشتن کاری نیست که بگم الان مثلا خیلی سریع میتونه انجام بده ولی اگه بخواد مثلا یه 6 ماه وقت بذاره روی نقاشی حالا روی این سبکی که امروز کار کرده فکر میکنم بتونه کارهای در حد حرفه‌ای انجام بده چون واقعا من توش استاد نقاشی دیدم خیلی یعنی از اون نقاشی که حتی کشید مشخص بود نه به قرآن اگه امتیاز کم بدی تاثیر خودت میخوای یه جوری وایسم یعنی باشم که مثل مدل باشم فقط چهره است فقط چهره است یعنی مثلا میتونم اما حالا مثلا اگه کوزه میخوای بکشی مثلا ببین کوزه اینجوریه آها اینجوریه کوزه گونه بشه برو این راحت تر نیستی برو تو کلاه هم الان درد سر ایجاد نکن پسر اون برو کجا کلاه اون برو اون سر
بابا اصلا این نمیذاره. سوفیت به هم بیخونه. ترکی بگو، من یه ذره فارسیم چیز نیم. سولابون. یه تر. خب. وایس. بابا نمیذاره. خب بذار یه دونه از این همین حالت وایس، یه دونه اون پایینی اینو بکشم برای. چیو داری میکشی کامل؟ اونی که اون پایینه. کدومی که اون پایینه؟ همون که الان اونجوری شد این شکلیه. این چیه اصلا؟ اون برام آندو نداره اینجا. فکرم تا خودش کن. بابا یه دقیقه وایسا تو رو خدا اون برام نگاه. باش. صمد آقا باش. با صفر میخواد. خیلی دوست دارم نتیجه‌شو بگم. بابا آره. واقعا دفعه اولت نقاشی میکشی؟ آره دفعه چنده من چند بار دیدی نقاشی هم من؟ یه خال داشت الان دیدی ها؟ یه دقیقه خالم رو داری میکشی؟ نه امت رو تاریخ هم بزن 28 ربیع الاول امضا زدی که بکنی تو چش بیننده آرتستیکه دیگه آره نصف صفحه ببینم بابا صف فقط اون فریمو من خودم کات میکنم میذارم کنار این که قیافت اونجوری کردی خب حاضر بله آماده ای آره آماده هست ولی خوب کشیدی ولی میگم دیگه من اگه دندوناش اون شکلی نمیکردی بهترم میکشیدم اصلا نتونستم اذیتش کنم واسه همین میپرسم مگه دفعه اول نه حالا کاری نداریم شبیه چیزم ولی کاری نداریم شبیه تو نیست ولی ببین گفتم الان نقاشی باز میبینه شروع میکنه شرط و پرت گفتم پشماش ریخ ولی یعنی دید خب من میشه تو اینو بکشی دیدی سفارش داشتی تو دایرکت بگید به واسه کسی که دفعه اول قلم دستش گرفته خیلی خدایی آقا یه دقیقه زود من اینو تو این دوربین نشون بدم ببینم نه قشنگ کشی هودیه رو قشنگ در آورده چطوره نازنین جان زیبا قشنگ نکشیدم اینو آفرین خیلی خوب بریم سر اصل مطلب بریم از کل کارهایی که امروز کامبیز کرد بخوای بهش یه نمره بدی از 1 تا 10 چه نمره ای میدی؟ 1 تا 10 به عنوان یه آدمی که 0 کیلومتر نقاشی بلد نیست من به این آدم از 10 8 رو میدم 8 رو میدم واقعا خیلی خوب بود خب قسمت هیجان انگیز نمره ببین کلن جنبندی بخوام برات بکنم اولیو که خیلی خفن کشید یعنی اصلا اونجا بهش گفتم اونم ببین همین که 30-40 نفر توی اتاقی باشن این عکسو نشون بدی بتونن بفهمن این عکس منه خوب کشیده دیگه من بهش 9 میدم به خاطر اینکه همیشه بذار یه چیزی نباشه تا بگردم پیداش کنم اینو نوید محمدزاده یه بار گفت ببین تنها اپیزودیه که دنبال امتیاز نیستم حال کردم ببین عشق کردم سرمه‌ای رو کشیدم خیلی حال داد بیاید نقاشی کنید واقعا